سلام اومدیم. سلام سلام نه پس <تصفيق> سلام <تصفيق> سلام <تصفيق> سلام, به همه دوستان عزیز اینجا خودکست اسم من اصلا چی میگفتم اسم من ایمانت و در کنار <applause> من نبود ما در همه فضا الان فقط شروع میکنی بله بله خب سلام. سلام. بعد اینا رو نشده بگیرن اینا رو نشیده بگیرن نا شنیده بگیرن سلام میکنیم به همه دوستان عزیز بعد از چقدر وقت فرزاد نگاه کردی آخر نبیدی بود آه فقط گفتی که آه نگاه کنم شما که یکی دو ماه قبل نه 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 این جمع رو بگیم آره این جمع بالا چهاره آه این جمع که اصلا دیگه فکر نکنم آخر اپیزود دو, باشه دو, باشه دو ماه پیش, بوده دو ماه آخر این شما پیش. آره دو ماه پیش آره دو ماه گذشت که با کیو با حسین بود اپیزود آخر آره آره نه حسین نگاه کن دیگه الان جلوستی دیگه فردش شم نه نه متقار... حسین بود تو اتاق بود کف بود, بود. بود. عارف. 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 برحال ما برگشتیم با یه اپیزود دیگه بعد از چقدر وقت کن تو چهار ما میخوایی پن... توضیح بدی که حداقل پنج کجا بودی چیکار میکردی نه بود یاسان نوی میخوایی بگیری نه نه چرا میگه نداره توضیح بده اگه بدی که عالی میشه که تورنتو بودم چهار ماه رفتیم اونجا با عزیزان تورنتویی بعد حالا دو اگه بیشتر باید بگم یاد. نه چهار ماه تورنتو بودی برای همین نبودی نمیتونستیم آره دیگه اونو که قبلش گفته بودی قبل اینکه من برم که شده مایکروفون شای کمرا آره اصلاً, اصلا موظف بعد آره اونو قبل رفتن که توضیح داده بودیم مربوط بر بود برم تورنتو رفتیم و برگشتیم بعد یه چند هفته زندگی کردم من کل یه سفرم رفتیم به اسکاتلند و انگلیس او انگلیس هم بودی یا فقط اسکاتلند بود؟ نه انگلیس هم بودیم okay. دیگه نزدیک هم دیگه میری اونجا باید کلشو بری با. تو این مدتی که شما نبودین مقدار فوشایی که من خوردم خیلی زیاد بود چرا؟ همه همه چی می تقصیر من دیگه تو برنامه ریختی به هم تو فوکست رفته جای دیگه تو... اینو کسایی که دارت میدادن آره آه. زیاده آه. یعنی من میخوام الان اینجا اعلام کنم خودشون هستن خدا رو شکر میتونم بگم به من هیچ ربطی نداشت واقعا این نبود بر من نیست واقعا من بودم خیلی بیزی بودم ولی خب ولی, ولی اینطوری ای نبود که اولویت هم عوض شده باشه اون خیلی آن, خیلی... آن کافتابله ها میخوایی نه یه من خواهی میدم <تصفيق> 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 فکر نکنم برام کار ساخته شو باشه ولی گوه آها اوکی. نه نه شوخی میکنم اوکی. بابا اصلا نابود بشه که نه نه اشکال اشکن... اصلا نابودش کن اون برا تو اوکی. شما چه خبر منم خیلی اتفاقات زیادی بوده حالا یادم نیست دقیقا ولی سرمون شلوغ بوده دیگه از دو ماه پیش <applause> که زرد داشتیم آره ولی حس میکنم خیلی بیشتر گذشته از آخرین باری ا... که زبط آخر... کردیم به من گفتی دو ماه من خواهم فکر میکنم اون مقدار نقایی که شدیم خیلی زیاد بود برای ن... دو ماه که دیگه اصلا طبیعیه <تصفص> در خود کرد نقا رو چجوری میشنوی تو؟ هم تو گروه هست شما هم بزنی باید... نه داشتم گروه هر سر بزنی خیلی وقت سر نزد میخورید من رفتم فقط یه سلام کردم گفتم ببخشید دیر اومدیم اصلا ریختن سرمو فرار باید. کردم کویت کردی لفت چت من لفت گروپ آره خالصه نه ولی سعی میکنیم اینو دیگه قوی تر برگردیم من این چهار ماهی که تورنتو بودم روی مسائلی فکر کردم مه. روی یه سری مسائل بعد الان روی برد تو خونه سه تا تاپیک نوشتم که بورد برده مد نظرمه بعد دوست دارم روش کار کنم دیگه سعی می‌کنم حالا این اپیزود همینجوری قرار شد باشه سیزن رو به آره رسمی. شاید یه چند تا اپیزود همینجوری داشته باشیم خشبا. تا موقعی که ما خودمون رو پیدا کنیم ببینیم اسکیجولمون چه جوریه آره. چه روزایی میتونیم رکورد بکنیم یعنی این الان واقعا اینطوری که بچا یک شنبه جمع شیم جم... شنبه جمع شیم اوکی در همین حد واقعا نه نبالش... نه قبلش صحبتی کردیم نه برنامه ریزی ولی خب به واسطه اینکه خیلی وقت دور هم نبودیم و خیلی وقت اپیزود خودکست چهار نفر نداشتیم گفتیم آیس برنامه برنامه دلوقتي. دلوقتي. آره دیگه آنچه گذشته در واقع بیشتر که خیلی اتفاق okay. افتاده آقا فرهاد <تص> <تص> شما حرفای عجیبی زدید تو خودکست و باید الان جواب پس بدید اطلاعات <تص> عجیبی رو رو کردید <تص> یه سری اپیزود نمیدادیم که ما کنه اطلاعات او کارون خیلی زود گذشتیم از روش خودش آخه نمیخواهی نه چرا آخه من فرستادم یعنی من فکرم نیاز داره ما روش کار بکنیم نه من فکرم یه دور همینجوری سرسری میخوای بپنیم نه الان مستقبل رو شمایی الان هات نیوز شمایی به قول خارجی همه دنبال شما ما که تکراری با کارون نشسته بودن قبل که بگه تو ماشین اون روزی که رفتیم احتای خون بعد دفعه اولم بود دیده بودمش از وقتی تورنتو اومده بود بهش گفتم که حالا همه هم, هم ازت از میپرسن تورنتو یا ونکوور و اینا گفت آره خیلی هم میپرسن بعد یه سکوتی شد تو ماشین یه گفت حالا آره اگه میخوای بپرسی فکر کنم الان اون سوال هست آره همین حالا آره خیلی اینو میپرسیدم جالبه دیگه حالا من داشتم فکر میکردم توی سه تا شهر بزرگ کانادا من زندگی کردم اهم. من چهار بله. ماه مونترال اینترنشیپ بودم تورنتو هم که تابستون چهار ماه اینجا هم که خب چهار سال نداشت تو به چهار بگیم که <تص> <تص> uh, آره تورنتو خب چیز دیگه به نظر من خیلی شهرتر از ونکووره ونکوور هیچ وقت به من حداقل حس شهر رو نداد انگار مثلا یه ویلج خیلی بزرگه همه چی خیلی تمیز و مثلا کیوتو و و ولی شهر به اون معنی که حالا خب ما تهران بزرگ شدیم شلوغ با باشه نمیدونم کسی باشه یه ذره هرج و مرج باشه تو ونکوور هیچ وقت این حالاتو رو نداره این حالاتو رو نمیده حس میکنه مثلا یه شهر واقعی شهر بزرگ میری همشون تقریبا مثل همون دیگه اتوبوس شلوغ مترو شلوغ خیابونا شلوغ ترن جنب جوش پیش داره. و جوش بیشتره و خب حالا مردم تا پاسی از شب, شب بیرون آره بیرونن اینجا اونجوری نیست اینجا مثلا یه خیابون دو خیابونش اونجوری بقیهش دیگه ده حتید. شب خبری نیست ولی مثلا تورنتو حالا مناطق شلوغش قشنگ تا صبح همیشه شلوغی هست و آدم بیرونه یعنی حس میکنی که دیگه شهر مثلا از تکاپو افتاده اونجا شهرتره خب شهرت اقتصادیش هم بهتره تعداد شغل و اینا بیشتره قطعا ولی خب از لحاظ به نظر من حالا طبیعت و تمیزی و اینا و حالا تو یه ساعت دیگه است امه. حالا نه فقط در موقع با تورنتو تو با جای دیگه هم حالا اگه آدم طبیعت دوستی باشید قاعدتا اینجا براتون خیلی چیز سره شهریت اونور بیشتره طبیعت اینور ولی ونکوور بهتره اینو که همون میدونید چیز چیز دیگه آره علایق شخصی هر کسی ممکنه علاقهش جور خاصی باشه من خودم چون طبیعت رو بیشتر میپسندم تا حالا شهری که شلوغ باشه تا صبح و بیرون باشن برای من اینجا خیلی مطلوب تره چون مثلا آدم دو قدم راه میری میرسه به آب میتونی حالا اینم نم تابستون بری تو آب اینا خیلی چیزه آره ونکوور مجموعه خوبی از داره حالا یه،, یه, تیکه کوچیک از شهریت هم تو دانتان میتونی داشته باشی آره حالا نمیخوایم زایه بازی دربییم چون خودمون ونکور بشینیم ازش تعریف کنیم خیلی با... هم عالیه میشینم تعریف میکنم اتفاقاً آره. اتفاقا زیاد بعد اونجا خب اون آبشار نیاگاراش هست که اون یه چیز استثنائیه رفتی آبشارو آره رفته بودی قبلا هم من... یا مند. این سفر دفعه اول, دفع اول اون رفتیم من نه من... <applause> ما هم نرفتیم نرفتیم هست این اونجا هم بحثش شد آخر نفهمیدم هست یادم اگه حسین بود الان به جواب تو صد در صد فکر نکن نه فکر نیست نه. نه. آدم نه خیلی چیزای عجیب تری وجود داره عجب هفت داره. رو آدما تو ساختش دست داشتن میدونم کلاسیوم روم هست مثلا اون چی چنیتزا توی چیز از اینا رو بعد دیدم مثلا اینا آدم سازه ولی دی... اینو نمیدونم دیوار چینه فکر کنم آره نو نیست آره بعد آها ولی ما یه جایی هم رفتیم شمال در واقع غربش یه جایی به اسم توبرموری خب یه تیکه ای که مثلا ساحل داره اینا اون دور دریاچه خیلی زیاده دیگه به اقیانوس که راه نداره بعد یه دریاچه داشتم اسم لیک هیوران حالا اسمش بزرگترین لیک کانادا آره لیک هیوران بعد آب این دریاچه از آب شیری که توی تورنتو یا حالا اینجا میاد به مراتب تمیزتر و مطلوب تره واقعا یه آب تمیز خونک اصلا تو شنا کردی عشق میکردی ما یه بازی خوبی رفته اونجا تو آب خیلی ها میگی تمیز تره یعنی قابل خوردنم هم من تو آب آب میخوردم خیلی تمیز عجیبه چون مثلا اون دریاچه تورنتو اونقدر تمیز نباشه که جنوب تورنتو کثافته دوست نداری دوتوش توش مثلا پدل بورد چیزی بچینی چون آب کثیف ولی این آب اصلا یه چیز عجیبی بود خیلی حال داد ولی دریاچه است آره اینا دریاچه همشون ام. فکر کنم هم این آب شیرینه و آره دیگه براتون بگم که او دریاچه آب شیرینه یهو یه فکر دریاچه خیلی داره من کانادا جدی کانادا کلا دریاچه خیلی نه دریاچه که یک میلیون تا دریاچه داره ولی نمیدونم که به هزار دریاچه چی میگم یک میلیون تا اکشوال مگه دریاچه آب داریم آب شور بعد دریاچه ارومی آبشوره نه اینجا سوال عوض کنم نه نه اینجا رو میگم تو بکوه تو نورت فن نمیدونم آره یه چیز جالبه دیگه هم اونجا تو راه برگشت از آبشار که بودیم یه جایی هست یه شهر یه نایگرا لیک یه شهر قدیمی زارن یه بازه هم پایتخت آنتریو بود اون موقع که تازه مهاجره اومدن یه شهر نایگرا آندلیک آره آره هایفنیت بعد خیلی شهر گوگولیه مثلا انگار برمیگردی به چون حتی دیویس سال قبل و اینا بعد یه تیکه ما یه پارکی رفتیم از اونور مرز آمریکا رو میبینی دو تا قله هستن که اینا توی زمان جنگ های کانادا با آمریکا این قله درگیر جنگ و اینا بودن قله رو میبینی قله کانادا رو که خب این وری قله آمریکا رو میبینی بعد فاصله اینا آبی یه جوری که تو میتونی حتی شنا کنی یا اوکی باشه میرسی به مرز اون به آمریکا. بعد نگاه که میکردی اونور مثلا میدیدی مثلا قایق پلیس داره رد میشه نمیدونم دوربین هست و انگار محافظت شده سمت کانادا هیچکی نبود <تصفح> اصلا پلیس نمی یعنی از اونور یکی میومد اصلا کسی نگاهش هم نمیکرد میتونست کامل بیاد کانادا این بده پس مرزا رو داریم یاد میگیریم آره دیگه آه. اگه خواستیم ولی همش بعد بیام نمیتونیم بریم <تصفح> آره این ورم هم هم همه دلوقتي. تجربه مشابه داری که میری اونجا اصلا سمت کانال خبری نیست اون ور امریکایی بعد تو ممکن بیاد سوالم بپرسی که چرا اینجایی و اینا ولی این وره... <تصفح> من تا حالا نرفتم اون پارک رو اه جالبه یه بار تا دمش رفتیم دیگه تو دمش رفتیم ولی تو پارک نرفتیم یعنی مثلا یه با خود پارکه چیز خاصی میخوان حالا دو تا باغچه داره یه ورش پرچم آمریکاست با گل درست کردن و طرفش پرچم کانادا آره دو دو یه تیکه که چون می سفر مرزی میگن م. مرز نیست در واقع نقطه صفر مرزی بدون اینکه چک بشی میتونی بیای داخلش آره. از دو ور ولی آمریکایی میاد سوال بپرسن از من سوال کردن اونجا آخه قیافه غلط اندازی دارید آره استاتوس درست سوال میپرسه یعنی چی بهت شک کنه سوال میپرسه که مثلا چرا اینجا یا چه بعد مثلا به من گفت حواست باشه مثلا نزدیک پارکینگ اون ور بودم گفت حواست باشه اینجا مثلا پارکینگ دوربین زیاد داره که مثلا نشینی تو ماشین کسی و اوکی عجیبه آره بعد خوب بود راضی بودی ولی از تجربه چهار ماهه ببین برگری دوباره انجامش میدی سخته همون دیگه منم الان همینم یعنی ه... تجربه های اتفاقی که داره میفته رو هر کی از امروز برگرد. برگرد انجام میدیم میگم فکر نکن سخته ببین مثلا آدم متوجه نمیشه یه سری مسائل خیلی ساده ما بهش عادت میکنیم و فکر میکنیم اینا دیگه خب رواله ولی مثلا مسائل ساده چونم تو ستینگ موبل جلوی تلویزیون خونه خب تو مهم. اینا رو آپتیمایز کردی برای زندگی خودت <تصف> مثلا یه مبل حالا یه نه... مبل اوکی تلویزیون مثلا چون یوتیوب اون تو لاگینه یه چیزای ساده ولی اینا توی کیفیت زندگی واقعا تاثیر داره یا مثلا ماشین داشتن نداشتن آره تورنتو مثلا فکر کنم خیلی مسافتا بود البته اینجا زیاده اینجا بدون ماشین خیلی نه، اصلا قابل و مقایسه با اینجا نیست اصلا ونکوور بدون ماشین میتونی راحت. از این ور به اون ورش پیاده نیم ساعت نهایت خیلی آروم بری تورنتو ما تو دانتان بودیم تا خود سی حالا بگیر اونجا کره دانتان 50 دقیقه پیاده بود تازه از این بیشترم خیلی میتونه مسافت باشه ما قطرش دانتان بزرگه نب... خیلی تورنتو از این... بزرگترین بعد... خیابونه دیگه اون یانگ استریت چیه آره، اون بزر... تهران تورنتو م. اینو من این حسو داشتم چند نفره دیگه هم این حسو داشتم مثلا یه اتوبان داره انگار مدرسه قشنگ مدرسه داره سبز با مثلا پلی رد میشه یه تیکه دیگه من حس شیخ فضل ای دا رو داشتم بعد مثلا این ور از اکپاتون اینا که رد میشی میخوای بری به سمت یا یه تیکه خونه های دم اتوبان کنارش از این شیشه ها گذاشتن که صدا مثلا خیلی نرسه بخونه عین همینا تو تورنتو داشت هم. اصلا حس تهران میداد باله آره خیلی ولی سخت بوده آره یعنی برگردم نه واقعا چهار ماه نمیری هیچ شهری, وقتی که رفته هوا هم اوکی بوده آره الان گم. به بعد خیلی ستارد. آخه اوکی یه اتفاقای عجیبی هم اصلا میفته یهو بارون زد برق یه تیکه از شهر رفت متروش آب گرفت <تصفح> بارون میومد مثلا بارون تا حالا اونجوری ندیده بودم تو هم دیده بودم بارون شدی اینجا همیشه بارون میاد ولی بارون اینجا در واقع با اون مدل بارون توی سه ساعت عددش چی بود به اندازه سی روزشون بارون اومد یه همچین چیزی که تحمل نکرد شهر همه جا سیر راه افتاد و اینا مترو رو آب گرفت یعنی مترو یه ایستگاه دارد... یونین دارن که خیلی ایستگاه حالا قشنگ هم هست اه... چیزه مثل مثلا بارون دبی روغه... روغه... خیلی... دبی بوده فکر کنم ایسکا رو آب گرفت و بالایی اصلا یه میلیارد دلار به شرکت بیمه ضرر میزنه قبلا هم این, با این مدل بارونه اومده ام. یک میلیارد دلار آره به شرکت بیمه واقعا سیستم به شهر ونکوور رو باید ادمایر یعنی باید باید آدم حواسش اند... باشه و اینجا برای بارون طراحی شده نه بارون نه زیاد نه نه مشکل ایجاد نمیشه ولی نه نه برف که میاد اینجا شهر تعطیله اونور برعکسه اونجا برای برف طراحی شده بارون میاد تعطیل ببین ایک اینجا ایک داره بهتر میشه اینجا برف دارن بهتر هر سال میکنن سال به سال پیش آه. در واسه با اونجا آره. سیدنی هم اینطوری بود دیگه سیدنی بعضی موقع یه بارونایی میومد ماشینا وای میست یعنی اتوبوس وای میست من مثلا آره. دیوانم ببین بارون میومد یعنی هر قطرش از یه کاسه آب بود خیلی عجیب بارون های موسمی آره خیلی اونجا میگم شهرش برای همچیزی ساخته نشده ولی اینجا یه بارون میاد اصلا انگار نه انگار یه ذره آب رو آره حالا بعضی ساعت نه اینکه هیچ جای شهر هیچ اتفاقی نیفته ولی عمده جا آره عمده جا واقعا تنسته انگار تنسته نه انگار که داره آره بارون عجیب غریب میاد و مثلا وقتی میگم بارون میاد سی روز بارون میاد ونکوور آره ولی خب با سرما چه میکنید؟ راضیید از اینکه داره سردتر میشه هوا؟ من اوکی اماره اوکی بوده. الان قشنگ گرمه. سرد داره میشه. داره گرم و سرد میشه دیگه الان اون فصلیه که ممکنه سرما بخوری آه. چون نمیدونی چی باید بپوشی. هوای بهاری مدت میگفتن دزده الان نه پاییز ونکوور خیلی داره خوشگل میشه ونکوور خیلی داره خوشگل من ب... پاییز ونکوور رو فکر کنم از همین فصلش بیشتر دوست دارم ولی این تغییره ای بیتو... خیلی یهویی یه بود خیلی آره،, آره مثلا واقعا در از سه شب این اتفاق افتاد از 25 به مثلا ام. 15 فکر کنم واقعا تو سه شب اتفاق افتاد ولی من خیلی راضی بودم از این تابستون به, به خاطر اینکه حالا در موردش هم فکر صحبت کردیم ایمان میگفت که تابسون همین الان همین الانی همی که توشید آه. ازش لذت ببره مثلا کاراتون رو نندازید هفته دیگه و من, من, من... من خیلی اینو ببر. اجرا می‌کردم حتی مثلا کاری هم نمی‌کردم ولی مثلا حواسم بود که الان هوا خوبه باید لذت اینجوری کنم دیگه. و اون خیلی خوب بود یعنی وقتی که الان داره هوا عوض میشه و اینا راضی از تابسونی که گذشت من یه بیف خیلی سنگین دارم با کسایی که میگن هوای تابستونمون خوب نبود ببین واقعا یکی بهترین این بود که ما من توی 16 سال گذشته تجربه کردم معتدل بود معتدل بود شاید آفتابی کم بود, هم. بز... ده مثلا ده تعداد روزای گرمش گرمی ولی یعنی بود آره. چی میگم یعنی این توی سالهای پیش برف میگه بارون شدید میومد و مثلا پنج روز یه بارون عجیب غریب میومد ولی منظر من این خیلی هوا رو من. که گفتی اونجا حالا من اسکاتلند که رسیدم اوبر گرفتم که برم هتل بعد راننده حالا همینجوری مثلا شروع کرد و صحبت کردن هوا ابری بود هوای اونجا خیلی شبیه هوای اینجا است ولی من اسکنم مثلا یکی دو ماه از ما جلوترن چون سردتر بود الان شما میگید اینجا سرده مثلا اون آره. بار خیلی سردتر ولی مدل هوا خیلی شبیه بود به نظر من همیشه مثلا بالاتر هم هست نیست اه، فکر صد درصد بالاتر از آره. بار. این ور معتدله ما چون دم اقیانوس آرامی معتدله اون ور چیزه سرد بود بعد ولی مدل هوا خیلی شبیه بود همیشه گرفته از ابری بارونای همین مدلی میاد مدل تورنتو اینا اره. شروع کرد قور زدن راننده معروف دیگه همیشه انگلیسی از هوای چیز خور میزن که آره هوا بعد و مثلا اینجوری بابا بهش گفتم که نه من مثلا آدد، ما مثلا عادت ما عادت داریم به این مدل هوا اینا بعد طرف فکر میکنم نمیخواست که حالا نجات پرست باشه نه نپر... این یعنی فرض رو بر این که من از جای دیگه بعد گفتم که آره مثلا از ونکوور اومدم گفتش که اونجا خب تابستون چه جوری بود هواتون گفتم تابستون معمولا اونجا حالا آفتاب هست و اینا گفت نه دیگه اینجا کل تابستون ما ابری بود دو روز پیش گرم ترین روز تابستون که آفتاب بود بقیهش همش اینجوری هوا بود همیشه راج هوا قور میزن خیلی بامزه نه من خیلی با کسی که الان داز. از از هوای ونکور مینالم واقعا بیفتارم اصلا <applause> خیلی بی. اصلا کسایی که هزم. از ونکور مینالم بیفتارم واقعا آره با قبول آره. اینو من آره. کامل حمایتت بازم میگم الله حمایت آره. از خرابازی در نه چهار تا مون اینجاییم تعریف کنی به نظر من آره. واقعا آقا دیدی برمیگردی خیلی بیشتر این چرا فکر می‌کنی مثلا آقا من همیشه مثلا فوتبالا رو که می‌بینم طرف که گزارش می‌کنه به نظرم خیلی هوشمندانه میاد اگه گزارش کرد طرف یه تیم خاصی که خودش طرف ها رو نگیره دوور قضیه رو ببینه در همین حالا اینجا ما میشینیم زایه از هی بیاییم بگیم ونکور فلا ولی اینو ما, ما با تو کردیم تو این سال های یعنی او... زیاد اصلا چیزی که اینو میخواستم بگم میخوام بگم نظر بچه ها کلا خیلی عوض شده نسبت به خیلی از مسائل خیلی از مسائل رو ما دوباره بازگردی کردیم از دوزاره بیاد رو اشتباه کردیم حالا نمیخوام به پردازم اونا ولی خب یعنی خواستم بگم که ماها بر اشتباهات خودمون بعضی موقع واقف میشیم و میایم اعلام میکنیم ولی خب اوکی که نظر اونم عوض بشه بله البته سفر اسکاتلند چه جوری بود من خیلی سورپرایز شدم که یهو گفتی دارم اسکاتلند آره. یه انگلیس میرن اصولا ببین اسکاتلند خیلی خیلی دامن <applause> خیلی جای باحالی بود <applause> ببین حالا من خیلی بهش فکر کردم که چرا من از قبل برداشت این بود که آقا ما میریم اسکاتلند یه سری آدم عبوس عصبانی تو عجلن <applause> نمیدونم چرا این تصویر توی ذهن من بود بعد رفتیم اونجا حالا اول من گلاسکو رفتم کامل متفاوت بود با اون چیزی که مد نظرم بود و به نظر من یعنی تو جاهایی که من دیدم نایس ترین آدما رو گلاسکو داشتن خب یعنی آمریکای شمالی حالا آمریکا و کانادا آدما نایسن ولی نایس بودن اینجا به نظر من مصنوعی تا یه حد زیادی حالا مثلا بله. چون توی فرهنگ مثلا فرهنگی اینجا القا میشه که تو باید نایس باشی ولی اونجا نایس بودنش واقعی بود یعنی طرف با تو صحبت میکرد واقعا داشت با تو صحبت میکرد و صادقانه دلش براش مهم بود که تو چه نظری داری اینجا چون مثلا رستوران چیزی بری خیلی باهات نایسن ولی چرا چون میخوان تاش بالاخره تیپ باید بگیرن ولی اونجا تیپ که نمیدی okay. ولی نایس بودنشون واقعی بود مثلا اه اه یه چیز خیلی جالبی که داشت حالا دوباره آمریکای شمالی خیلی بیزنس های لوکال کوچولو وجود نداره دیگه mm -hmm. چون اصلا سرمایه داری میاد همه اینا رو میبله و چون تو هر شهری بری قهوت یه مدل حالا همه جا چون استارباکس و تیم هورتونز اینا هست نمیدونم رستوران ها یه ولی حداقل اینجوری نبود کلی مغازه لوکال کوچولو کوچولو بود که هر کی مثلا هر کدومش با اون یکی فرق داشت <تصفح> خیلی شهر کوچیک 600 هزار نفر آره 600 هزار نفر بعد همین دارم میگم انگار مثلا شهر که کوچیک میشه اخلاق آدم ها انگار بهتر بود و اینا وضع مالیشون به نظر من بد نبود مثلا بر اساس مدل های که تو خیابون میدیدی حتی از ونکور که مثلا تو آمریکای شمالی ماشینا حداقل بهترن سطحشون بالاتر بود حالا نم یا فرهنگ اروپایی هست که همیشه ماشین های نم جدید خوب سوار شن. ولی ماشین های که تو خیابونه خیلی خوب یعنی وضع مالی آدما به نظر خوب میاد و اخلاقا خیلی خوب انقدر آدمای نایسی بودن مثلا باورم نمیشه بعد گلاسکو خیلی شهر گوگلی بود متروش خیلی بامزه بود دو تا خط متروه و اینا ایستگاهاشون همشون یه جان دو تا دایره است یکی ساعتگرد میچرخه یکی پاد ساعتگرد همین بسته به اینکه تو کدوم ایستگاه میخوای بری باید یکی این دوتا کل سرخن. شهر رو کاور میکنه کل شهر نه حالا یه محدودی ازش خیلی بامزه بود اوکه. بعد دیگه اونجا حالا یه سری قلعه و کلیسا و این چیزا داره بعد اونجا چون مهد فوتبال من باید تو هر شهری حتی یه استادیوم میرفتم میدیدم توی گلاسکو رفتم ورزشگاه سلتیکو دیدم که یه تورش هم بود توره رو گرفتیم ویدیوشو فرستادم براتون خیر یه تور دیگه رفته بودید آره میگم آره تورای ورزشی طرف با لحجه اسکاتلندی اصیل صحبت کنن واقعا سخت بود یه وقت این فهمیدنه خیلی سخت بعد دید مثلا همه اونجایی اسکاتلندی بودن بعد من دید مثلا تو چجوری اومدی اینجا و تو داستان چیون گفتم مثلا آره از زنکور من گفت مثلا من خواهرزادم یو بی سی درس می‌خونم شیمی خیلی حال کرد با من صحبت کرد بعدش کجا میری چیکار می‌کنی برای جالب مثلا ما از اون سر اومدیم مثلا ورزشگاه سلتیکو بدون چون اینا خیلی افتخار می‌کنه این ورزشگاه فوتبال حالا حداقل توی انگلیس جای دیگه رو نمیدونم انگار مثلا هویت شهر آدم ها میبالن به اینکه طرف هم. با افتخار مثلا چون تعریف میکنن لیونل مسی از اینجا اومده رد شد و دادم تاریخ جشو میگفت با آدم افتخار کنن یه چیز قشنگی برای چی بشه افتخار نکنن آره آخه چیزه دیگه کشور رو <تصفح> کوری دارن با هم شهرهای مختلف خیلی مهمه مینی ورزشگاه به نظر من خیلی تو هر شهری مهمه خیلی مهمه خیلی در مورد فرهنگ و رو به جلو بودن آره. کشورت بهت میگه یا اون شهر بهت میگه به نظر من خیلی ما حالا ما اینجا این ورزش های اینجا خیلی به ذائقه ما خوش نمیاد خیلی دنبال نمیکنیم ولی اینا هم برای خودشون اینا دارن. آره استادیوم هاکی استادیوم فوتبال آره. آمریکایی فوتبال معمولی یعنی زود... مم... آره. آره ولی ما خب بچگی ما فوتبال دیدیم برای ما مم... آره،, مم... آره. آره. جذابه ولی وضعی که هاکی اینجا خب چیز نیست ام. چند ساله مگه هاکی رو باش نشده بعد... بازی آه... هم دیدی یا نه فقط میگم اون مال کشور بعدیه درست او. بعد این گلاسو خیلی شهر با مزه بود بعد رفتیم ادینبرو ادینبرا که چیز پای تختشونه اصلا یه مدل قلعه ها و یه مدل معماری توی شهر میبینید خیلی عجیبه ظاهرا هری پاتر رو بر مبنای اون شهر نوشتن نویسندهش اینم یا مال اون شهر یا اونجا قدم میزنه قله های اونجا رو دیده و اینا همش همون مدل قله حالا این تم آره قله های عجیب غریبی داره خود هسته مرکزی شهر یه جای به اسم رویال مایل یه خیابونیه که از یه قلعه است به یه قلعه دیگه که زمانهای قدیم کل شهر اونجا بوده دور اونو دیوار کشیده بودن این روی یه تپه و مثلا با انگلیسیا که جنگ داشتن اونجا محاصره میشده توی شرایط عجیب غریبی زندگی میکردن جواهرات سلطنتیشون توی همون قلعه هست خیلی چیز زیبا و جالبیه و متوجه می شودی. حالا گلاسکو که بودی مهاجر خیلی کم میدیدی میگم شهر خیلی آروم تره آدما خوش اخلاق با اینکه رو جمعیتش کمتر از گلاسکو 500 خورده هزار نفره ولی شلوغتره چون توریست خیلی زیاده اونجا خیلی شهر خوشگلیه بعد اینجا میدیدی دوباره مثلا یه ذره سرعت شهر زیاد شده آدم‌ها یه مقدار بد دیگه به خوش اخلاق یک رس کنید اینو متوجه میشه باز دوباره یه ذره از مرکز شهر که دور میشدی میرفتی اطراف دوباره آدم‌ها خوش اخلاق می‌شدن مثلا از چیزی میخریدیم مثلا یه مورد ما یادمون رفت یه چیزی برداریم طرف اومد بیرون تو ماشین گفت اینو مثلا یادت رفت خیلی آدم با بامنزهی بودن بعد دیگه اونجا چیز خاصی فکر کنم نبود آها اون توری که گفتی تور ویسکی رفتیم چون اسکاتلند اسکاتچ و ویسکی و ایناشون معروف اصطلاحی هم دارن که میگن بارون امروز ویسکی فرداه عشنگه. یه توری رفتیم تور بی نظیر اصلا من باورم نمیشد اینجوری مراحل تهیه ویسکی رو توضیح میداد بعد اتاق اتاق میرفتی یه اتاقی بود مثل بشکه درستش انگار تو توی بشکه نشسته بودی بعد انیمیشن داشت و اینا بعد یه چیزی که خیلی برای من جالب بود میرفتی توی اتاق دیگه دور میشستی هر منطقه اسکاتلند یه تایپ ویسکی خودشو داره بسته به اینکه مثلا حجم بارون چه جوریه آب چه جوریه و اینکه چه حالا گیاه خاصی مثلا ممکنه اونجا رشد کنه این گیاه رو اضافه میکنن به ویسکی خودشون بعد یه ورقه به تو داده بود که این روی نقشه اسکاتلند جاهای مختلف جاهای مختلفی که ویسکی تولید میکردن و گذاشته بود بعد اینو تو که با ناخون چیز می کردی می, می تراشیدی بوی ویسکی اون منطقه میومد روی این کاغذه اون. مثلا یه جایی ویسکی توش لیمو اضافه میکردن این بوی لیمو میداد یه جایی ویسکی اسموکی درست میکردن قشنگ بوی می چوب سوخته میداد خیلی جالب بود بعد یه توضیح داد که حالا مثلا سینگل مالت داستانش چیه اون که مخلوطه چیه و خیلی جای جالبی بود دیگه بعد کلا این فرهنگ درینک کردنشون هم چیزی بود که تو میدیا ببینی. نه من مشهود باشه این بحیلی. خاننده چیه اید اینترویوی داشت چند وقت پیش با و وان که کامیدیانه بعد داشت میگفت که مثلا ما آبجو خوردنمون خیلی مثلا نرماله واسمون و اینا مثلا میگفت آمریکای شمالی که حالا زندگی میکنه مردم رعایت میکنن مثلا چقدر داری میخوری در هفته میدونم فردا کار داری نداری ولی میگفت ما الان اینجا نشستیم دیگه بیا آبجو رو که باید بزنیم مثلا آره مثلا خیلی به وضوح تو خیابون میدیدی آدما با مشروب دستش آره کلا فرهنگ, فرهنگ اروپا اینجا ده. اینجا یه ذره زر... استرالیا هم اینطوری بود دیگه. اونا که اصلا عجیبا. استرالیا اصلا یه دنیای دیگه از ببین آره. واقعا وقتی من نمیدونم اینا کبد کلیهشون چیه کبد کلیه مستانه رو من نمیدونم اینا چه برندی گرفتن سیگار هم میکشن سیگار هم میکشن ولی توی دانتانش انقدر قانونای سختی هست که تقریبا داونتان. تو داونتان ایلیگال سیگار کشیدن اونجا <applause> آره ولی خب سیگار میکشن ولی ببین مثلا واقعا پ... ببین یارو می اومد 15 تا بیه راحت میخوا 15 تا آره، کرونا تو یه شب, شب خیلی خیلی راحت ببین اصلا تازه بر این باورن که یو شود نات بریک دی سیل یعنی آه. اگه دستشوی بری دیگه فهمش میری یارو 15 تا همون دیگه میگم مسانه یارو چرا قفوزه دیگه اصلا دیگه تا موقعی که دیگه نخوای بری یو شود بریک دی سیل دیگه میشینی میخوری 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 چون پس بدی دیگه پس آره <تصحیح> <تصحیح> دیگه میفتی به پس دادن آره اونجا هم خیلی عجیب یعنی واقعا برای اینکه بخوای باشون معاشرت بکنی باید مشروب بکنی پا پا و پا خیلی سخت نه حالا آره پا پاشون که اصلا سگ کی باشم من آره. ولی اصلا آره. خیلی سخته باشون معاشرت کردن چون همشون بر این باورن که باید مشروب خورد خیلی زیاد آره بعد آره این که ادینبرو بود بعد از اونجا ماشین گرفتیم روندم تا قرار بود یعنی قرار بود شبشو منچستر بمونی من گفتم لیورپول تا منچستر هم نزدیکه بالاخره اون ورزش آنفیلد هم باید آدم یه نگاهی بندازه که روندیم از ادینبرو تا چیز تا راندی ای چه جوری بود ماشین گرفتی حالا نه که الزام بخواد نه ماشین بخواد. حالا رانندگی من اولش که وارد شدم همین سواری اوبرکه شدم طرف از فرودگاه اومد بیرون میخواست رسید به یه میدونی رفت چپ من اینجوریام که واو. این میخواد دور بزنه این, <applause> این قانونه چرا رعایت خیلی یعنی اول از من انرژی زیادی بود که من مغزم بفهمم که خب نه اینجا این درسته بعد اون چند روز اول که گلاسکو و ادینبرو بودیم من تو خیابون که میرفتم هی ذهنی تمرین میکردم که اینجا گردش به چپ راحته گردش اه. به راست سخته هی اینو من بخوام تمرین میکردم هی تمرین کردم بعد مغزم آماده شد نشستم روندنش واقعیت از چیزی که فکر میکردم راحت تر بود یعنی من فکر میکردم خیلی باید سخت باشه آدم اونور برونه ولی نبود زیاد من تو هم که استرالیا من ازت میپرسیدم که تو اونجا میرونی به نظر من خیلی چیز وحشتناکی بود ولی اونقدر سه ساعت با... طول میکشه واقعا اولین اولین باری که میشینی یه ذره زرت... آره چون عادت داری به اینکه گرش به راست آزاده ولی اونجا گردش به چپ آزاد نیست حالا تو استرالیا اینطوری نبود اینجا چپ آزاد بود چپ آزاد بود ولی خب یا مثلا آره... توی میدونا رفتارت متفاوته یعنی چپ آزاده آره آره. تو نیست میری دیگه آره مثل اینجا آره, آره تو چون چپی به چپ هم میپیچی دیگه آره. یعنی شورت راوتت همون چپ هست ولی خب اونجا آزاد نبود نیست بعد آره اونجا واقعا یه سه و حالا نمیدونم من اسکاتلند رو نمیدونم ولی خیابونا خیلی باریکتر از آمریکا شمالیه آها اشتبه. همین و اینکه هیچ چیزی مستقیم نیست همیشه پس با پیچ با پیش خیلی آره دیگه داره. چون شهرها قدیمی تارن این طور... این طور... اصلا شهرسازی انگلیسی اینطوریه دیگه آمریکاییا آمریکایی ها به بلاکو در واقع اینجوری عادت دارند و درستش میکنن ولی تو استرالیا هم هیچ خیابون موازی با اون یکی وجود نداره تقریبا آلان. همه در هم می میلولن <laughs> و همین مثلا گفتی خیابونم باریک دارم. من مثلا اینجا آدم رانندگی میکنه حالا ماشین خودت هم عادت کردی من خیلی عادت ندارم مطمئنشم که تو خطم اتوماتیک بین دو خطم حالا ماشینی که گرفتم یه ذره چیز بود عجیب بود آره عریض بود اه... یه وقتایی بعد عادت هم ندارم من همیشه سمت چپ نشستم بلدم با چپ تنظیم کنم الان راست بودم مثلا یه ور ماشین میومد رو خط یه وقتایی چون اه... ماشینم یه ذره چیز بود ولی مشکل نبود دیگه بعد اتوبان که میافتی که خیلی راحته <تصفح> اتوبان که چون یه،, یه،, یه, کار بیشتر نمیتونی بکنی <تصفح> تو شهر رو ایناش هم خوب بود آره از ادینبرو رفتیم لیورپول ورزشگاه آنفیلد رو اول دیدیم بعد رفتیم اون منطقه دانتانش خیلی لیورپول از آن جای گوگلی بود یعنی آدم حتما باید یه دور دیگه بره نگاه کن خیلی جای باحالی بود چهار ساعت خورده ای اینور <تصفح> <تصفح> لیورپول به چیزم منچستر هم شب بود زیر یه ساعت میشه رفت خیلی نزدیک و اینا بعد شب ماشینو بیرون گذاشتن خیلی استرس داشتن اصلا مثلا یکی میاد خطی روی ماشین آها رسیدی منچستر یه جا منتظر بودم برم ایر ام بی رو پیدا کنم اونم کلید رو پیدا کنم اینا دو تا پسر اومدم با یه ماشین اومد کنارم پارک کرد یه پسر سن کم هم داشت یه ما رو دید و او چه ماشینه مثلا خفنی و فلان اینا گفتم رنتاله من کاره نیستم بعد شو که هر گفت از کجا میای گفتم که مثلا از اینجا گفت ای کانادا کانادا خیلی جای خوبیه تورنتو و انکور من خیلی دوست دارم میام بعد اون لحظه اینجوری با مثلا من از اونجا اومدم اینجا به اینجا مثلا خیلی جای باحالیه شما چه جوری برعکس فکر میکنید طرف مال بیرمنگام بود بعد دقیقاً لحجه همینجوری همینجوریو پیکی بلایندرز آره بعد فایستی یو شتو تو مست و اینا داشت با افتخار برام میگفت که ما اومدیم اینجا شب یه پارتی خفن و قرار ماشین رو پارک آره پارکن. ولی خیلی. همونجا داشت مشروب میخورد صدای موسیقی بلند بعد یه منطقه مسکونی خیلی آرومی بود یه یکی از بالا بعد اینا فکر کنم هم هندی بوده ولی لحچه کامل انگلیسی بود یکی از بالا داد زد که بابا صدای موسیقی شتتو کم کن بعد طرف اینجوری like کرد گفت نه 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 گفت یه سر رسپکت داشته باش از موسیقی شدی خیلی بزر بعد اسم من پرسی حالا من اونجا کلی طول کشی کلی دو پر این هی میومد با من حرف میزد نمیدونم ماشینو چند گرفتی چه جوری گرفتی نمیدونم من هی سوال ولم کن این فرهادشون بوده اونجا مغزم آره کار نمیکنه چرا یهو کلید میکنه رو آدم بعد صبح من اومدم برم ماشین رو تحویل بدم آخرین سوتی رو لحظه آخر دادم موقع رانندگی بسم الله نگاه کردم مثلا تو یه خیابونی بودم تهش <تص> باید میپیچیدم راست مم. آه. قبلش یه جایی بودم باید گردش به راست کردم چراغ سبز بود پشت من یه اتوبوس بود بعد من به عادت اینجا یه ذره اومدم جلوتر که مثلا ماشین نبود به پیچم راست بعد یه ذره گذشت راست چشمکسن روشن شد مم. و من شاید من نباید میوادم جلو شاید اینجا قانون این بود که پشت من ولی این... دیدم قبلا این کارو کرده بودم برای همین منم هم این کارو کردم شاید اون چهار راه مثلا باید این کارو نمیکرد نباید این کارو میکردی بعد رفتم اینجوری دیدم تو این خیابونی که من هستم من تهش باید بپیچم راست که برم چیز کنم گفتم خب چه کاری لاین این برم خالی دی الان میام راست این لاین یعنی چپ بودم <متصفح> اومدم راست و یه لسه از دور خیلی عقب دم یه ماشین اینجاست <متصفح> تازه یاد افتاد من توی انگلیس هم نباید این کار بکنم دند عقب برگشتم این پشت اتوبوسم داشت میومد اتوبوس معدید دیوونه میونه از حتما <تصفح> این سوتی لحظه آخر قبل اینکه ماشین رو تحویل بدم سوتی دادم دیگه چیز بود اوکی؟ ولی به خیر گذشت دیگه دنداقه بسید خیابون گرفتم دیگه ولی <تصفح> اوکی بود در اون حدش اوکی ولی اصلا من ازم گفت خب من راست با بپیچم اینجا هم که خب من بیام راست دیگه, دیگه ای ای اتش ای اتش اتش اینجا یه طرف هست دیگه و من چپ خیابون نبودم حتما خیابون یه طرف هست خیلی چیز بود آره راهندگی عجیب غریبه توی پارک دوبلم کردی اون آره، خیلی سخته آره. اون برا من عجیب بود آره. چون این ور نشستی بعد به اون ور پارک کنی دوبلو که بعد یه چیز خیلی جالبی که انگلیس داشت دوبلو توی هر خیابون دوور میذاشتن آه، هر طرف خیابون آره. اون ماشینا همه آره. دور بودن خیلی عجیبه این اینو من اینو من تو استرالیام دیده بودم و اینجا وقتی آره اتفاق آره. میفته اذیت میشم اینجا اینجا, اینجا خیلی دست اینجا, اینجا, آره. اینجا خیلی فکر آدم های ترس اونجا قانونیه نه انقدر نمیبینی نه غیر قانونی هست دیگه نه اونجا خیلی اوکی دوور مثلا یه ور خیابون ماشینا رو به رو همه ایران یادم خیلی ایران که آره ایران که اصلا خیلی هم رفاله بهش به <applause> ایران هم میرسیم آره <applause> بعد دیگه منچستر هم یه ذره دانتان اینا شدیدیم و شب رفتیم ورزشگاه اولترافورد بازی منچستر رو تو انته اگه شما هولند که اون هم جالب بود دیگه مثلا از ظهرش توی میدون این هلندیا جمع شده بودن همه مشروب بیر به دست پلیس قشنگ یه منطقه رو داده بود به اینا شعار میدادن پشماتون میریق یا مثلا کل میدون بالا پای میپرید حسین میگه میگه هلندیا مثلا اینکه خیلی معروفن به تشویقاشون و اومدن استادیوم و آره. چون اونم تو اروپا بوده زیاد دیده آره. دیگه زیاد رفته دید. آره. بعد همون چیزی هم که شنیده بودی واقعا درسته دیگه قشنگ من اونجا کوتاه بودم بین اینا مثلا تو مترو اینا میرفتیم برمیگشتیم همه راحت مثلا ده 15 سال از اوریج بلندتره بعد چهار رفتیم بازی منچستر و چیز اولترافورد خیلی خوب من دوست داشتم مثلا ورزشگاه اروپا رو ببینم اولترافورد هم ورزشگاه قدیمیه اوکی بود من انتظار یه ذره ماورایی تر داشتم فکر میکردم مثلا خیلی جو عجیب غریب تر و جالب تر چیز پک بود یعنی آره ورزشگاه کوچیکیه به نسبت نه هزار تا چقدر اگه اشتباه نکنم حالا ما هم بیلیت ارزون با هم میگرفتی طبقه آخر و اینا ولی نه جو خواسته چون حالا روزای خوب منچستر هم میزنن خوب بازی نمیکنن بازی هم یکی یک شد جوش خیلی خاص نبود ولی جالب بود دیگه حالا اون نظمش جالب بود برام اینا رو ما اونور ندیدیم دیگه ولی مثلا جو آزادی روزای خوبش به نظر من با اختلاف این بازی که ما دیدیم رو میزد نیدنید. حالا شاید روزای دیگه اه. اصلا استودیوم ایران واقعا حال میداد میرفتی یه ادبیات جدیدی یاد خوش میگذر خیلی خوش میگذر باز. همین که میفهمی طرف داره چی میشه فکرم نصف شعرها اینا رو همه متوجه متوجه میشود دیگه. اصلا ریتمشون نه... ریتمشو میفهمی ولی نمیفهمی دارن چی نه. نه ریتمشو... اصلا من ری... هم ری... لیریکسش هم بذارم متوجه نمیشم ما اصلا نمیفهمیدم چی میگه ولی اون قدم شعر نمیدادم بیشتر نشسته بودم خوبم میگم بازی نمیکردن ولی جالب بود دیگه حالا اصلا یواش در یواش شما نشیشه ایش از خوشی هارمون در این داده الان تو استادیوم ایران رست شده که بجه بازی موشک میبرن تو آسمون بله فولاد شهر موشک بود دیگه بعد با بازی آره, <laughs> آره ندیدی عکسش آره یه ویدیو اومده چه سری سیاسی شد نه نه یه فاید نوت بود <laughs> آره دیگه حالا آره خیلی چیز خاص نمونه بعدش هم منچستر رو با قطار رفتیم لندن همون جایی که منتظر این لحظه من همه منتظر رو سب کرم که سلندن اینجوری همون خب آره بعد قطار یکی ما قبل اینکه برسیم توی یه ایستگاهی پریده بود جلو قطار ظاهرا خودکشی کرده بود بستن آه. قطارا رو بستن ما مثلا چند ساعت توی ایستگاه بودیم خبرش, خبرش... چیش خیلی پخ شدیم این روزی بود که ایستگاه قطار هم حک شده بودن آه. جملات ضد اسلامی روی بیل و اینا اومده بود آره. آره. همون روز یکم هم خودش انداخته بود اصلا یه کسافت بود. بعد توییتر رو که میخونی همه فشونن به این ایستگاه لندن آه. میگفتم بدترین ایستگاه اروپا همیشه یه مشکل اصلا یه قیامتی بود مثلا رفته شلوار شکن از این پاپ بزرگاه آره آره کلا این بزرگ هیچ من هیچ به بزرگ خوبی تا حالا ندیدم همش خر خر همشون کثیفن هم, هم تو ونکوور اینطوریه هم تو سیدنی اینطوری بود هم توی تو الان داریم میگه اونجا اینطوری بوده شلوق آره بعد همه تو توییتر فرش که این بدترین ایستگاه اروپا این چه کلی ما تو قطار نشستیم هی hey. بعد یه ذره حرکت کرد رفت یه ایستگاه دیگه وایسا گفتین دیگه اینجا تموم میشه پیاده شید بعد یه سری قطار دیگه اومد ما رسیدیم تو اون اسکای لند شلوغ همه گیج و اینا نمیدونن چیکار کنن ولی حالا کسیفی رو گفتی یه چیزی که انجام انگلیسی ها و اسکاتلند خیلی تمیزن اصلا من باور میشه خیابونا همه تمیز مغازه رستوران همه جا تمیز بعد از همه مهمتر اینجا حالا تو هر شهری که میریم تو خیابون را میریم حالا هوملس هست ام. و هوملس ها به وضوح معتادن روی دراگای سنگین به وضوح حالا تو خیابون دیدیم تزریق میکنن یا هر چیزی اونجا اصلا اینو نمیدیدی هوملسشون معتاد نبودن اولا هوملس خیلی کمتر من دیدم حالا شاید نولا مناطقی بوده که بیشتر بودن ما نرفتیم کمتر دیدم و بدترین حالت اینا الکلی بودن اصلا معتاد این شکلی خیلی ترتمیز بودن به نظر من اصلا آمریکای شمالی دیوونه میشی تو خیابونا میره اصلا آدم ناراحت کنه به... آره مثلا من چک کردم لندن حتی مثلا ماری هم آزاد نیست اینجا دیگه اکثر شهر آمریکای شمالی آزاد اونجا فکر کنم کنترل بیشتره و حالا آدما برابرترن اینجا یهو مثلا یکی میلیاردره یکی هیچی نداره ولی حالا حالا و حقوق و این چیزا اونجا رو نگاه به نظر من به بدی اینجا نبود قطعا به وضوح یعنی شهرها خیلی اختصاصا خیلی بد شده از لازم. همه شهرها مثلا تورنتو هم همینطوری بود آره اصلا من ج... یاد الی که رفته بودیم ام. یه مدل دیگه آدما رو دراگ بودن انگار مثلا تایپ مواد مخدری که اونجا میزدن با تایپی که اینجا میزنن فرق از اصلا رفتارها عوض میشه ولی آمریکای شمالی خیلی بده این این ولی اروپا حتی در اون این تیکه و جای دیگه اینجوری نبود نمیدونم که چقدرش به مواد مخدر آزاد بودنشه واقعا اینو نمیدونم در دسترس بودن قطعا تاثیر داره دیگه اونجا کرایم بزرگتریه انقدر در دسترس اینجا مثل قند طلا همه میگیرن خیلی هم زود معتاد میشن کسی که تو آخه هم هم شدن خیلی عوامل مختلفی آره. فقط واسه چیز نیست واسه مواد مخدره نیست اون اون یه کمک کننده است ولی الان چیزی که خب خیلی بده اینه که تو توی سری محله هایی که هیچ وقت هوملس نمیدیدی آره. هست یعنی آره. از وست بگیر مثلا تو داندریف تو الان هوملس میبینی م. هوملس هایی که ضربه میزنن مثلا دزدی میکنن بیزنس ها رو مثلا خراب میکنن ونکوور یکم آره خیلی درگیر اینه و یه انتخابات هم در پیش داریم آره 19 19 اکتبر 19 انتخابات استانی آره دیگه اینجوری دیگه آره لندن هم خب شهر بزرگ 7 میلیون جمعیت داره هفتمین شهر گرونه دوست خیلی گرونه ولی آره جالبه دیگه حالا قلعه و بیگ و هم ساختمان پارلمان خیلی شهر قشنگیه شلوغ خیلی شلوغه دیگه دیدار نداشتید با آقای چارلز نه متاسف اتفاقا رفتم باکینگ کام پلس رو ببینم ولی روز آخری بود که فقط یه بازی تابستون هست که میتونی توشو بری آه. آه. و, آه. آه. و اصلا بیلیتاش اویلیبل نه آره میشه تو تابستون میشه بیلیتش اویلیبل آره نبود ولی آه... یه چیزی اسمم هم خواستم بگم یادم قضای ناب چی زدی؟ قضایی که بگی تو ذهنت مونده و ببین قضای ناب سبونه اسکاتلندی انگلیسی زدم افتضاح <laughs> ای زنش از دیش. مونده این. یه حالا افتضاح چیزاش که نرمال مثلا اه... تخم مرغ و نون و حالا اینا چیز دارن بگید لوبیا میذارن و بیکن و یه چیزی داشت یه حالت کیک تور بود این نه مثل که با دل و روده و این چیزهای یکی از این حیوان یه تم عجیبی داشت زننده سپارت دک ما... نخوردین؟ چی؟ دک یه دیشیه با که اثبات تو سفر نمیخورن انگار چیو چی سپاردیکو از چی میشه جای که نیست که ایشالا چی؟ آمریکا شمالی که نداریم نه یه واقعا یه دیشه چیزه یه دیشه انگلیسیه گوشتی یا نونیه چی؟ مثل پای میمونه ولی توش گوشته آره اوکی okay. آره آره تو اسکاتلند یه رستوران مخصوص خودشونو رفتیم اوکی بود غذا اوکی مثلا اینجوری استثنایی نیست کیفیتا خوبه میدونی مواد غذا خوبی داره مثلا اصلا آمریکا نیست افتضاح باشه از رستوراناش کیفیت <تصفح> مواد غذایی میدونی خوبه ولی خب اصلا اینجوری هم غذا استثنایی داشته باشن غذا مخصوص حالا اسکاتلندی‌ها یه لمشنگ چیز ماهیچه گوسفندی مثلا روی مشبوطه تو اوکیه چیز روالی ولی تو لندن یه رستوران رفتیم به اسم هپی این ظاهرا رستوران بلغاریه استثنایی بود مثلا ریویو هاشو دیدم باورم شد یه تعداد خیلی زیادی ریویو عدد بالا بعد رفتیم توش اصلا یه فرهنگ دیگه بود یه غذاها با یه کیفیت دیگه خیلی حال کردم گوشت اینا داشت آره همه مدل استیک و اونم درینک و اینا خیلی جای جالبی بلغاری اصلا اون رستوران تو چیه که مانگولین ها فرق داره آره مغلی. آره دیگه همین دیگه راضی بودی از تابستونت آره اوکی دیگه خسته کننده میشه دیگه یعنی آخراش آدم دیوونه چون خسته میشه تو سفر یا... نه نه در این نه نه, نه. خوب. چون جت لگه هیچ وقت حل نشد یعنی شبا درست آدم نمیخوابه طول روزم داری. داری مثلا 18 19 هزار تا قدم حداقل میری آ پای آدم دیگه آره کلا خیلی حالا اینا. تجربه باحال این راه رفتن واقعا حال میده من تو زندگی فقط یک بار با جدلک خیلی عجیب دست بنجرم کردم اونم از ایران اومدم استرالیا او ولی هم بقیه رو همه رو میتونم تقریبا منش کنم آره من نمیتونم اذیت میشم وضعیت هم نکرد حالا خدا رو شکر ولی واقعا بده واقعا جدلک از این ور به اون ور همیشه برای من راحت بوده حالا ایران رفتم یا اینجا رفتم اصلا رسیدم صبح زود رسیدم یه چند ساعت خوابیدم بعد دیگه با تایم اونجا زندگی میکردم حالا شبها اونقدر درست نمیخوابیدم ولی باز با تایم اونجا ولی الان برگشتم اینجا عجیب شده اصلا درست, درست نمیشم الان هر کاری میکنم پنج صبح بیدار میشم خیلی خوبه دیگه یازده شب خوابیدم چند بار پنج بیدار شدم یه شب گفتم بذار بیشتر چیز کنم این فیفا جدید گرفتم گفتم چند بار بازی کنم یک خوابیدم پنج بیدار شدم. آقا پنج بیدار میشه آقا پنج بیدار میشه ازیتی دیگه بابا مثلا پنج خیلی زوده دیگه تا تایم کاری شروع شده رو چیکار کنی میری آتاشخال توییتر رو هم این اونو زدی و کتاب بخونی استوری بذاری بری بو بودی استوری بذاری ب... آره رو اینا رو هر کاری خودت بگیری ببین اون موقع موقعی که باید استوری بذاری آره تو همه ما یعنی بعد یه کاری هم جلوتری و می ایجاد بشی تو اون زمان هر کاری بکنی همه تشویقت میکنن اگه استوریشو بذاری تو پاش قضا هم بخوری استوری بذاری میگم ببین چقدر رژیم رژیمش میاد پنج اگر که چه میدونم بری بیرون تازه پنج بیای خونه هم استوری بذاری او اون برام بهت اونم حالا ما بیرون, محبه محبه بیرون که <تصفح> <تصفح> آقا دیگه برمیگردی نه ولی آره حالا آره اومدم آره خوابه درست نمیشه چند روزه درست نشده خواب فردا میشه یه هفته نه. نه اوکیه نه یه هفته تا میگه که باید درست شه فردا ان شاء الله ای درست تو دوشنبه دیگه ان شاء الله خوب بولم ویکندم پشت سر بزن ویکند تو یه سرمایی هم خوردم اونجا چون آدم درست نمیخوابه سیستم ایمنی میاد پایین بعد هوا هم اونجا مرتوب میگم حالا یه ذره میگم رطوبتش اینجا بیشتر و سرتر بود یه سرمایه اونجا خوردم و یه چیز عجیبی شد سرمایه اونجا اذیت هم نکرد اونجا اوکی بود انگار رسیدم اینجا تازه اینجا خب حالا بذار دهن اینو خالی کنیم خودمون آره چند روز اول شد ولی حالا الان خوب ولی جالب بود فرات تو چه خبر تو چی کار کردی این مدت کار فقط تو درگیر تو که 99 درصدش درگیر کار بودیم کار بودم این میجر تاینش این بود که ایمان اومد دیگه آره ایمان از کسایی که نمیدونن ما یه دوست مشترک داریم به نام ایمان که چند سال پیش رفت برگشت ایران دیگه یه قبل زمان. کووید 5 6 آره. سال آره. آره. سالی 4 5 سالی که برگشت کامل ایران ولی خب بعد از یه مدت خیلی زیادی آره اومد اینجا یه ماهی موند ایمان. و خب دیگه اون روشنه بله آره. صفحش به سمت شما نیست اولش صفحش به سمت ما بود آره برش کردم آره من برش آه، چون یادم یه چیزی میدیدم که الان دیگه نمیبینم آره آره هست <تصفح> بعد آره, آره. <تصفح> آره، درگیره ایمان بودی خیلی آره، آره. و آره. کارو دیده. یه سفر رفتیم یادشون نمیاد راست راست بله یه نامی بود سفر عجیبی بود چرا؟ عجیب خوب آره. من, به من آره من خیلی خوش گذشت نمیدونم اینو خیلی. که قرار مرور خاطراتی ای نداره این این در در سیاهی گذشت این سفر عجیبه چون به منم هیچی نگفتن حالا کسی که میشتغن. من که نبودم به منم توضیح ندادن که این سفر چی گذشت ام... اتفاق خاصه من یه دوست اتفاق... پیدا کردم آره... و بچا خیلی اگینست این دوست من شدن نه نه, نه من که چرا... اگینستش نبودم آقای راستنامی بود که اونجا کار میکرد توی اون ویلا که ما گرفته بودیم و من آقا دوست شدم ولی بقیه با این بیش حال نمی کردم باید من, من جز اون همه نیستم ولی <تصفح> خب <خوب. تصفح> نه ما شایده. چون وقتی رفتیم اون شبی که برسیم تاریک شد تا وقتی که برسیم بعد اینا آدرس رو ما تکس کرده بودن یه لینک هم زیرش بود خود آدرس هم به صورت تکس بود و ما لینک رو نزدیم آره ما آدرس رو کپی پیست کردیم ما فکر کردیم آره ولی خلاصه نیم ساعت عقب افتاد همه چیز گم شده بود آه یه ساعتی شده آه آه یه ساعتی شاید عقب افتاد, عقب افتاد. چون ما دید. یه مسیر عجیبی رو رفتیم و دوره با برمیگشت. بعد برمیگشتیم بعد اکثریت گارد گرفته بودیم نسبت به این شخصی که به ما داده بود فکر کنم ایمان ولی اوکی تر بود برای همین همه خیلی با گارد به خصوص اون ایمان اون که اومده اون ایمان که اصلا اومده بود آقا رو از بین ببره نمیدونم چرا گفت چرا اینجاست میگفتی بابا بذار خونه رو بمون بگه چه جوریه مثلا همه زوای خونه رو نشون بده و همه جا همون میومد اون ایمان رفته رو اساسش ما اینو سریع از بیرونش کنید آره خیلی چیز بود کم اونجا بودیم دو شب بودیم آره دو شب بودیم ولی جاش خیلی به نظرم خیلی خاص بود من خیلی دره بودیم از حالا این مزرعه ای که ما توش بودیم حالا به خاطر کارهای ساخت و سازی و اون پلنایی که واسش داشتن این مزرعه رو تصمیم گرفته بودن که آب ندن کلشو داشتن عوضش میکردن خواستن همپ اونجا بکارن آره و برای همین وقت خوش, میشد و دوباره اینا چیز میکردن خوش بود تو وسط این خوشگی ها بودی بعد اون طرف, و اون طرف دره رو میدیدی اون طرف دره هم بودن یعنی ام... آره فرست نیشن آره افراد بومیای بومی, های اون. بومی بودن اونجا زندگی میکردن خیلی وحشی بود آره. وحشی بودنش خیلی قشنگ بود رفتیم دنبال ما طبیعت دیگه نه آدمو چی طبیعت وحشی بود طبیعت وحشی بود آره. آره. آره تجربه رفتن تو رودخونه هم خیلی باحال بود آره ب... ببین ما رو رندم اومد گفتش که ما می‌خوایم میریم تو رود اون وسط وسط دره رودخونه رفت فریزر ریور فریزر ولی آره. دیگه ریور. فریزر بردی. آره از اونجا رد بیشتر ریور مگه همین نیست که میخوره میخوره همین از میاد از این اینجا آره رفتیم اینم <تصفح> اینم بگم که بی ما ما که رسیدیم فهمیدیم که لند اسلاید شده مثلا 100 کیلومتر بالاتر برای همین رانش دونه. آره رانش زمین بوده وریخته بود تو این رودخونه یه تیگر رودخونه رو بسته بود و آب داشت پشت جمع میشد هر لحظه ممکن بود بزنه بیاره اینو روز ده. اول که ما به اینا گفتیم آقا ما میخوایم تو رودخونه گفت این اتفاق افتاده مثلا بهتری که این کارو نکنیم روز دوم خودش اومده بود دنبالمون گفتش که ما میخوایم بریم تو رودخونه میایم ما هم بریم گفتیم بریم آقا سوار ماشینای خودشون شدیم و از این صخره ها ما رو بردن پای اصلا یه کوه بود آره اینا داری؟ با ماشینی نمیشه این پایین الان بچه بعد آره رفتیم پایین و بعد رفتیم توی این رودخونه دیگه ما رو بردن توی این رودخونه و گفتن برید آب تنی کنید و خودشون هم رفتن و خیلی خ... هوا خیلی گرم هوا خیلی گرم آب خیلی خونک خیلی جا... تجربه جالبی بود آب روا بود یعنی آره. چیزی که بود. خواستش کرده بود این بود که یه صخره خیلی بزرگ وسط این رودخونه م. فریزر ریور بود بعد یه حالت حوض دریاچه آره ما جریان نداشت اون رودخونه یکم داشت کم بود کم بود آره ولی آره. خسته شدیم داشت. آره. شنا... شنا کردیم آره باحال بود جالب بود اکسپرینس خیلی آره. بود. من, من اونجا رو خیلی دوست داشتم باز من خیلی باحال بود برای ایمان چون ایمان از وسط خوشی اومده آره. اومد آره ایمان از کویر اومد تو کویر دیگه خوشش از ایران من. رسید ما بردیمش اونجا آه. بعد هاجواج مونده بود که اینجا کجاست خوشگی مثلا دیگه <applause> بعد ما به خاطر سری اتفاقاتی اولش افتاد و کولر خونه مثلا مشکل داشت و اینا همه بسته بودیم که ما میریم البته میگم بعضی از بچه ها ما میریم بره. شکایت میکنیم میکنی و یه سری یه سری پولامونو پس میگیریم و اینا تفکر رایجیه انقدر اینا به ما خوبی کردن انقدر ببین هر چی گفتیم برمون آورد هی من برمیگاشم به ایمان گفتم اینا دارن شرمنده ببین دیگه لنه اولی چی میشه اینو به تو <applause> آقا ما شب آخر بود نشست یه بالکونی تور داشت یه تراس خیلی بزرگ داشت که روش از این راکینگ چرا و اینا داشت ما نشسته بودیم بیرون سپر هم نشسته رو این راکینگ چره آقا رفت اونجا جلو همین توی داشت میرفت. <تصفح> میرفت میار یه رفت فقط تا. تا. دوتا از پایه صندلی سندلی شکست خود رو دکه زمین سپر رو هوا بود سن سندلی ترکید بعد دیگه گفتیم که وای دهنو سرویس و صبح شد و ما دیگه داشتیم جمعی کردیم که بریم ما ولی گفتم که ببین صندلی اینطوری شد و گفت اصلا نگران نباشید من خودم درستش میکنم پرابلی صندلی ها مثلا آن سیف بود و فلان و اینا خطرناک بود و ببخشید اگه آره اسخای کرد آره کلی اسخای کرد و اینا بعد دیگه ما گفتیم خب دیگه اینا واقعا به ما خ... مثلا روز قبلش حسین میخواست بره مار ببینه سه بار اومدن دنبال حسین بردنش دنبال مار این بر و فلان و, و اینا دیگه بعد اومدیم با راست عکس گرفتی با این آقایی که اونجا کار میکرد اسمش راست بود اومدیم عکس گرفتیم و چه میدونم گفتیم و خندیدیم و اینا همین که داشتیم میرفتیم بریم سوار ماشین بشیم فرزادی رو که گفت بهش بگو سی یو این کورت بابا اینا چقدر ما خوبی کردن حالا سیو یو این کورت بگو آره خلاصه یه اکس دست هم باش گرفتیم آره دست گرفتیم داره. خوب شد من خاطره گفتم چون کسی حرف من باور نکرد تو کومان در مورد راست آها را. راست آره آه را دیدم <تصفح> آره ولی آره ولی خودش. ما خیلی هم به خیر گذشت چون ما آها اینا حالا اینو به بگم برگر... ببین جو. یه لوپه خب بهش میگن لیلوت لوپ این از این ور میره میتونی بری هوب از هوب میره از ویسلر و پمبرتون رو پمبرتون و اینا برمیگرده ما گفتیم که از این ور میریم میریم سمت هوب و از اون ور دوره ویسلر رو برمیگردیم ما با فاصله یک ساعت یه لندسلاید اسلاید رو که تو مسیر اون بود میس کردیم یعنی اگه وای میس دادیم صبونه ممکن بود تو لندسلاید میرفتیم بایدیم. لندسلاید اسلاید آره. گنده هم بود آره. یعنی هایویو بست بس یعنی گیر میکردیم آره دیگه گیر میکردیم در این میکرد حد بود فنه. که ما داشتیم برمیگشتیم ماشینای آمبولانس و آتیش یعنی آره. نشانی همین طور از ونکوور میرفتن این لند طبیعی اتفاق یا باز آدما اون اون اونجا آره. مرسومه تابستون فقط تایم ولی یکی از اون آقایونی که اونجا بود میگفت این اتفاق خیلی میفته آره. ولی خب دیگه چیکار کردی توی این تابستون دیگه همین میگم کار خاصی کار بلدی نکردم همش به کار بودم و خسته شدی این تابستون آره تابستون نیاز به احساس کنم به یه تابستون داری دیگه دارم آره. بریم جنوبگان جنوبگان؟ <تصفح> 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 بریم جنوبگان پایین بریم پایین آره گرم باشه تو خیلی عالی منم که دیگه اصلا همش من دیگه. که از صبح دیگه. که بلند میشم میرم استودیو تا شب دیگه یه مدتی مثلا یه دو هفته ای از ساعت هشت صبح میرفتم تا مثلا دوازده شب هر روز این اون کار از که میپرسن برگردی انجامش میدی آره نه اصلا کلا انجام دادن استودیو خیلی اول سختتر بود بعد خیلی پرهزینه تر بود بعد خیلی ام خیلی متفاوت تر از اون چیزی بود که چون ما هیچ تجربه ای در ساخت استودیو که هیچ وقت نداشتیم هیچ کدوممون هر چی دیدیم و یاد گرفتیم از اه میاد صداش ممکنه بیاد گفتم اگه اومد مثل بچا بدونن یه بابای ولی اگه نیاد دیوونه بعید نیست چه داشتم میگفتم آره تجربه نشیم هرچی چی دیدیم و یاد گرفتیم یا از یوتیوب ویدیوهای دیگه بوده یا مثلا خوندیم این بر اون بر یاد. سن از این و اون پرسیدیم که باید چی کار کنیم خیلی متفاوت تر از اون چیزی شد که تو ذهنمون بود آره اینجوری هنوز کردید بچشین سمرش که فکر کنم مثلا یه سال دیگه فکر کنم به ما اولین اپیزودمون دادیم اونجا از اونجا نه فکر کنم هم... مثلا چند تا اپیزود بدید که بدون اون استودیو شدنی نباشه سمرش رو میچشید اپیزود قبلی اون شدنی نباشه دی دعوا کردن و اینا دیگه نمیشه آره. قبلن. <applause> ما کشتی گرفتیم دیگه, باید آره. واقعا جاشه نداشتیم ولی خب آره دیگه خ... طول میکشه فکر کنم یه سالی طول میکشه تا واقعا استودیو برسه به اون جا بیفته آره دا. جا بیفته دکوریشنش همه جاش را بیفته تمام میدونید خیلی زیاد از... نمیدونیم از صفر میسازی میای بالا یه پروسس اون جا افتادنش آره. نیست که تو بگی اوکی مثلا روز یکه مثلا ولی اگه آوان. دوباره الان برم با اطلاعاتی که الان دارم شاید واقعا بشه دو ماه جمعش آه. یعنی خیلی راحت بعدی آره دیگه اگر که چیزی چیزیو اضافه بکنیم یک... <applause> ادوایزر برای استودیو ساخت استودیو واقعا الان من و کوروش خیلی حرف برای گفتن داریم برای تو بعضی اصلا کامیونیتی بیلدر هن استودیو بیلدر نه اون کامیونیتی بیلدر که دیگه از کوروش اینا که فکر نکنم بزرگتر داشته باشیم کامیونیتی <applause> بیلدر <applause> <applause> نه از متوجه ولی ما استودیو بیلدر ماشینا رو هنوز دارید بله بله ماشینا رو داریم اونا رو بریم یه روز مسابقه بدین تو نیدیشون تو موقعی نه. که اومدی هنوز ما نداشتیم چرا اون یه باری که من تو اون یادم صحبتشو با تو کردم تو گفتی استودیو ولی اون روزی که من بودم شاید ماشینا نبود نه مطمئنا بوده دیگه چون دیگه هم. تکون نخورده از موقعی که اومده ولی خب آره ماشینا رو هنوز داریم اصلا کلی الان وسیله است که ما فکرم یه گاراژ سیل و بذاریم اونجا آره. چون این تا وسیله است که به دردمون دیگه نمیخوره وقت نمیخوایم من بریزیم دور چون همش آره کار حیفه. میکنه همش مثلا این تا نور مثلا میکروفون سیم چی دمی... میگم شما لنز دور مزایده بذارید اون چیزو مزایده شد تقدیر اون جر سقیل اسمش چیه اون سیزر لیفته آره اون بزرگر دادیم رفت یه دونه کوچیکش گرفتیم چون که با هم رفتیم روش آره اون اون بزرگر دادیم رفت یه دونه کوچیکترشه گرفتیم که دیگه با هولش بدی هر جا میخوای ببری داره بالا پایین رفتنش برقیه ولی خب چون اونجا رو موکت کردیم دیگه اون پاره موکته آره اونجا الان موکت آره آره خلاصه خیلی خیلی سخت بود یعنی من واقعا از از فیزیکی واقعا شکستم بعد این پروژه اینطوریه که نباشی بالا سرش با. پیش نمیره باید خیلی جای صبح... بزرگیه از صبح که استارت میخوره باید باید باشی من، و من بوده یعنی من واقعا فکر کنم 95 درصد رو روزایی که آدمو داشتن کار میکردن 100 درصدش اونجا بودم خیلی سخته ولی من هر زیاد خورد آره من خیلی ولی خب, خب واقعا در محمدی محمد... یعنی اگه محمدی نبودن که اصلا نمیشد یعنی محمد کارو خیلی راحت کرد با ترید های مختلف آشنا کرد و اینا چیزیش که سخت بودیم بود که باید فیگرات میکردیم که فرق این مثلا... خب خونه رنویت کرده بودن میدونی استودیو کسی تا ما نخد... نه خود ما ساخته بودیم نه اونا ما بعد میفهمیدیم که چی میخواستیم و این خیلی آزمون و خطا داشت مم. ایزیو درست میکردیم او مثلا این اینطوری ای نمیشه حالا بعد بیا درستش کنیم مثلا این تغییر توش بدی آره آره بعد ولی دقیقا قیافه ای شد دقیقا همون چیزی که روز اول با دست بچه ها کشیده بودن آره همون. دقیقا همون شد این 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 یه سری تغییرات استراتژیک دادیم مثلا به جای دو تا پنجره یه پنجره داریم ام. چون هزینه زیاد شد کلیت. ولی آره کلیتش خیلی شبیه شد به اون چیزی که از روز اول اینا رو حتما یه داکیومنت هم کردید دیگه خیلی کم خی... خیلی سخته میگم من حالا تو این ولاگی که دارم میسازم گفتم گفتم و خودم خ... یاد گرفتم که اصلا آدم مولتی تاسکری نیستم یعنی اصلا مولتی کردن در... در... من صفره من فقط میتونم روی یه چیز فوکس کنم و اونو انجام بدم با یکی می آوردید مثلا فیلم خیلی سخته میدونی چون که... حجم کاری که انجام دادی زیاده اگه داکیومنت یه سری چیزا رو گرفتم ولی اونطوری دیتیلی که تو اولش که میخواستیم شروع کنیم گفتم آره من همش داکیومنت میکنم و هستم و فلان ولی انقدر روزا درگیر اصلا <فایق> <وز> خاک چه میدونم سر و صدا انتظار چیز دیگه ای داشت آشغال ببین اصلا یه دا... اصلا یه خیلی سخت نه اونا زیاد از بیشتر اینکه کارایی که میکردیم و همون روز بعد فیگرات میگیم چه جوری بعد این اتفاقا بیفته یا مثلا یه سری تصمیم ها رو همون خیلی نمیتونستم هم فیلم بگیرم هم هنزام باشم توی آره چون واقعا تو خیلی از کارا خیلی کارا رو خودم انجام دادم میدید توی موقعی که این کار رو میکنی میفهمی که آدما ها... اینجا فرقش با حالا ایران اینه که هزینه آدما خیلی زیاده ام. اگه بخوای چه میدونم یه کاری رو برات انجام بدن هزینه اون انجام دادن اون کاره شاید قطعاتش گرون نباشه ولی وقت اون کسی که داره برای تو انجام میده این کار رو خیلی گرونه برای همین خیلی کارا رو آدم فکر کنه خودش برای انجام بده دیگه و خدا رو شکر برای باید. تراک افتاد چی دست سوراخ نه او اینا انقدر نه ریسن در... آره, آره. خولی و دادم رفت <تصفح> ببین <تصفح> <ببنی؟ تصفح> بب... چه... انقدر دستمو بریدم تو این مدت یه دست هم کار میکردی آره هر روز بالام دارم کار میکنم آره بری اونجا وسط روز آره برام میگیره به کار آره تقریبا تمام این لایت هایی که آویزون شد و همه کارش خودم تقریبا همش خودم اوه. آره سخت بود از اونورم کانتنت هم باید تولید میکردیم دیگه یعنی ما یه هفته هم میس نکردیم و اون اون خیلی سخت بود حالا تولید کردن کانتنت رو فیگر آت کرده بودیم استیبل بودیم بعد دور اسباب کشی اصلا وای اسباب کشی نه باید. تنها استودیو کوروشی نام اسباب کشی داشتن اونم یه داستان دیگه تا الان دو دو چند بار اسباب کشی کردی 2024 تو یک سال گذشت تو خودت یه دونه نه دیگه دو دو ما تو دو دو عمل دوزار... عمل بیس ما اول 2024 استودیو کوروش ایمان استودیو کوروش دوباره 5 تا توی 6 ماه خیلی ماه. سخته آره. که شما اون موو رو کردین گفتین دیگه موو نمی‌کنین موو اول سال کردم گفتم من, تا... من... من تو این خونه که من میمیرم یعنی اینه که دیگه من باش کنار <تصفح> بیا <میگر. ده> <تصفح> من از این خونه بیرون نمیرم من تو همین خونه هستم و تو همین خونه میمیرم هیچی از اینجا بیرون نمیره ولی استودیو واقعا داره سخون بعد وسایل سنگین اصلا میگم خی... خیلی عجیب غریب بود یه میز خوبی هم دارید <تصفح> <applause> یه روزی من اون تیبل رو با دینامیت <تصفيق> <تصفيق> ولی الان یه چیز شده دیگه یه پارت سگنیشنه. آره یه سیگنچر و باید نگهش داریم دیگه الان تو رو دروازی آره الان دیگه آره دیگه خیلی, آدم با... با... <تصفح> خیلی آدم ها بهش اینوستدن خیلی وابستن به اون میز و خیلی جالبه یه چیزی که حالا زیاد میبینیم و ازش خیلی میترسیم اینه که چقدر آدم ها اینوستدن به وسایل و بگراند و اتفاقایی که توی کوما میفته مثلا ما بگراندی که عوض کردیم خیلی ناراحت شده بودن که چرا این بگراند عوض, دیسته عوض دیسته دیسته. چیز توش. دیسته. آره ولی میدونی اصلا ما یه با یه ایده دیگه داریم اینجا رو درست میکنیم یه خاطر ولی آره ما خود یعنی انقدر تعلق خاطر رو بعض موقع زیاده برمیگردیم مثلا منو رو میگم نکن اشتباه کردیم نکنی که بعد دوباره برگردیم همون بعد همون به اینجا میرسیم میگم لطفاً نه اصلا <تص> دیگه دیگه نمیخوام تکون بدم اینجا آره ولی ما هم خیلی درگیر کوما بودیم دیگه از همه لحاظ درگیر بودیم جیدن یه میخواستم آره یه عضو جدید به خانواده اضافه شده تبریک میگم آره مادرم الان نوه شدن آها از اون مسیر میخوای آره دیگه خودشون زنگ همین مولک رو میگه ذهنم رو این بود بله قربان نوهدار شده گفتم آره. آره آره. <applause> از اون مسیر داشتم آره دوباره نوهدار مولک این رو میخواد شما آره من از اپیزود آخری که اپیزود آخر که نه اپیزودی که برای کمان رفتیم یه رپتایل روم من از بچگی دوست داشتم که مولک داشته باشم آره از چیز چی بود اصلا کلپوک ایدی من هی منتظر تو اپیزود اینو بگی نگفتی کسی که خیلی دوست دارم نه که آیدیت این بوده همیشه آها آره دیگه می آخه هیچ کس حرف من رو تو کومان باور نمی کنم من هر میگم <تصفح> <شروع> <تصفح> خیلی مرتبه تو الان دیگه, دیگه من تمام آیدیام یا گکوب توش داشته یا کلپک <تصفح> توش داشته آره <تصفح> آه. 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 اصلا من یه مدت کلپک دات کام داشتم آره چیه بگو کلپک میشه مارمولک به شیرازی آره به کلپک به مارمولک میگن کل پود شیر آور میزه بلاگ تو رو برای خودم بود. درست کرده بودم آره اسفانی هم چیزی داره به مارمولک مارمالی کلپسه مارمالی, مارمالی. کلپسه نمیگی کلپسه نه بعد آره دیگه الان یه مارمولک آوردم مولک الان تصویره دیگه مولک الان خوابه ببین نتونستم ببینم تو دومشو الان میتونی ببینی دیگه آخه یه چیزی فرضت میگه دومم بعید بده اون دومشه خیلی شبیه چوبه خیلی خیلی آره آره منم. هم ببین این چوبه رو میبینی سمت چپ یه قنبولی پایینشه اون درازی که اومده اون دومشه فرزاد هم همینو گفت آره اعتماد نکردم ولی هنوز یه کفته نشده که مولک اینجاست اپیزود شب همون ایشون هم هستن آره و, و میاد میشینه مم. یعنی قشنگ میاد میشینه اونجا نگاه میکنه خیلی خوشگله خیلی دوستش دارم و زندگیم رو مختل کرده چند روزه چرا؟ به خاطر اینکه خب هر کسی که تو خونه دیگه. من اومده باشه میدونه که خونه من خیلی سرده. بایده. من به سرما خیلی عادت دارم. بایده. بهترین تمپرچر برای این بچه 25 تا 29ه. اوه! <laughs> و من مجبور میشم خونه رو گرم کنم. <laughs> خود خونه رو کنیم چه 29 بکنی؟ تب میکنی. 25 مثلا میکنم خونه رو بعد در این اتاق رو میبندم اینجا مثلا میشه 27 اینجا میشه استوار آره. یه هیتر بگیر بذار همین کنیم آره بعد یه هیتر اسمارت بگیرم بذارم اینجا حالا غیر اسمارت هم بذاری کار میکنه با دست بزن به برق نه آخه باید اگه که مثلا از 28 29 به بالا خیلی براشون خطرناکه از بین میرن خیلی معمولی یه گوشی و اولین که واقعیت نه دومین پت منه تو زندگی اولیش کی برای یک روز من گربه داشتم تو ایران یه گربه یه تو اکباتان من و دوستم که پیدا کردیم یه بچه گربه بود توی زیر, زیر پلای اکباتان معروف به چیزهای مختلف ما یه بچه گربه پیدا کردیم و گوشیم گربه پیدا کردیم خوشمون اومده فلان و اینا آقا ما اینو بردیمش همون شب بردیمش دامپزشکی گفتیم که آقا این احساس کم داره میمیره گفتیم بریم مثلا نجاتش بدیم فلان رفتیم و دامپزشکی گفت نه مشکلی نداره چه میدونم مامانم اینا رفته بودن شیراز بابای من یه آپریشنی داشت میخواست آن آنژیوگرافی بکنی همین چیزی رفته بودن شیراز قبل عیدم بود منو خواهرم قرار بود مثلا دو هفته دیگه بریم آقا ما مثلا روز چهارم اینو پیدا کردیم و ما اون مثلا برای ما پنجه هزار تومن گذاشته بودن که ما این دو هفته رو باش بگذاریم خوب خیلی خوب, ده. خوب, خوب. ده. خیلی خوب بوده ما رو دادیم به دکتر در این <خلاح> <باست> زمین, <تصحش> <تصحش> زمین> <تصحش> رفتیم و به خواهرم گفتم اون هم که پایه و گفت از کجا فکر دام پزشک به سرتون زد؟ چون احساس که هم داره از بین میره یعنی آها, خیلی آها. نحیف نه، و ضعیف و اینا من میخواستم مطمئن بشم که این آن مای واچ اتفاقی براش نمیفته درست درست آقا رفتیم فلان آوردیمش خونه و شب ببین این خیلی کیوت نشسته بود و آروم و اینا ما یه ای ذره زر ظرف شیر گذاشتیم و اینا صبح دیدم پلنگ شده <تصفح> ببین انرژی گرفته بود میدوید بعد کف خونه ما سرامیک بود <تصفح> لیز میخورد <تصفح> به اصلا یه چیز عجیب غریب بود و ما اسمش رو جکی و بعد از یک روز ادوب یعنی دادیمش رفت چون اصلا ما اون که میفهمیدن ما گربه آوردیم که سکته میکرد مامان من شما به همون دام دادیم و یکی آره یه یک آره جکی رو نتونستیم نگه داریم ولی دیگه مولک الان اومده و هست اپیزود های آره میاد میشینه اونجا پنج آره و میم خیلی لرنینگ کرو عجیبی داره هم به خاطر اینکه خب خزنده سخته دیگه اصلا اونقدر اطلاع خون سردم هست خون سرده آره یعنی بدنش نمیتونه گرم کنه نه برای همین چیز میکنه دیگه اون لایتر میذاری لایت. میاد میشینه زیر اون پرسگاهی افتاد میگیره آره زیرش میخوابه تقریبا بهش میگم بسکینگ لایت آره. آره این و هم ویتامین دیش هم از همین لایت هم میگیره ما هم بگیریم ویتامین دی میگیریم یووی با... دیگه آره اپیزود تمشو بگی سمت خوشگل ویتامین داریم آره خلاصه هم میام آره گر... این الان اومده الان یه اوز جیده آره یه گیاه های اینطوری با عوض کجی کن... نه دیگه این یه اکوسیستم خودش توی این سوسکای کوچیک هست اسپرینگ تیل <تصفح> و اینا هست اینا همشون با هم رشد میکنن اون که دستشویی میکنه اینا تجزیه میکنن آره هیچیشو عوض بایو اکتیف به این میگن بایو اکتیو اینکلوزر فقط باید روزی دو بار میستش کنی آب آب میزنم بهش که میسترشون پشته روزی دور باید چیز کنی هر دو روز یه بارم و بهش غذا بدی هفته یه بارم جی جی رک میخوره هفته یه بار آره هفته یه یک یا دو بار اه حالا اه چیزه خیلی حیون باحاله میدونی که 6 ماه دیگه این اتاق چه شکلیه نه مار میاد نه مطمئنا ایمان اینو اکسپند میکنه اینجا مثلا آره دیگه میره بهتری دیگه ای ای میکنه. بعدی میکنه. خودم میخوام خودش یه مار از اینو میدونم اینو اون <تصفح> یارو برام درست کرد ولی بعدی خودم میخوام مطمئنا ایمان یه پروژه‌ای داره آره کلا حیونا خیلی بالا این توراکی که رانندگی میکردیم پر گوسفند و اسب و اینا بود همش مزرعه بود اون تیکه هم خوشگل خوشگل خیلی خوشگل. خوشگل گاو و گوسفند و اسب پر بود آره ولی من از بچگی میگم مارمولک میخواستم دوست داشتم ولی خب هیچ وقت اصلا که خانواده ایرانی بگی اصلا تو اینکه مارمولک چی با کی کار داری آره ولی خیلی خوشگله دیگه یه گارگول یه گا خیلی خیلی کیوت. عکسشو بذاریم رو ویدیو. اگه که این بزرگتر گارگول ای درست <تصفح> این سری تو این تو. اون هیومیدیتی و تمپرچر. میاد رو گوشید میاد رو گوشیم. مشکلی باشه سری و باید. سری باب بیا بالا دستش. ایموجی این اگه محیط بزرگتر باشه میشه یه مارمولک دیگه هم اضافه کرد یا نمیتونن ببین دو هم تا میل هم رو میترکونن نمیتونن باشن دو تا فیمیل شده که بکنن این کارو میل و فیمیل هم اگه که بریدینگ سیزن باشه میتونین این کارو بکنی تو زمستون رو معمولا برید نمیکنن آها فقط بریدینگ سیزن میتونن آره ریکامند نمیکنن که این کارو بکنی پس بیشتر تنها... آره آره چون که میتونن هاستال بشن نسبت به هم ولی خب <تص> <تص> از این هم باید انقدر کوچیک باشه دیگه به خاطر اینکه گم میشه توش آه. واقعا نمیتونه رو پیدا کنه و اینا سخت میشه براش آره بعد چند روز پیش این برای مدتی که اومده بود خب من که تا به حال اصلا نه پتی نداشتم از از اون در مورد اینم هر چیزی دیدم رو یوتیوب دیدم این دو روز اول من نمیستم غذا میخوره یا نه رو میزم توی کاپ میذارم اونجا بعد خیلی نگران شده بودم و اصلا احساس مسئولیت داشت دیوونه میگه اینجا بودم که هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته فقط تو از بین نرو چون من شکست میخواد اگه تو از بین بری اینجا آره روی زیر نظر من دیگه گفتم که فاکت میام خونه خودم بهش غذا میدم آقا اینو آوردمش بیرون و روی چوب غذا رو زدم و این که خورد اصلا انگار دنیا رو <تصفح> 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 خیلی حس خوبی آره خیلی مهم بود برام که داره از غذا از این میخوره کوچولوی غذا آره ب... بیبی پاودر یه, یه... بهش میگن گکو دایت میریزی با آب و قاطی میکنی سبزه قهوه توره ولی آره حالا میدونی خورده ها نه دیشب خودم بهش هند کردم دوباره بچه‌ست خیلی بچه‌ست مموشی آره شبا هم میاد بیرون صبح میخوابه شبا میاد بیرون از لاکش ولی شبا میاد بیرون واقعا یه خوش دیسپلی میکنه قشنگ میدونه بعد خوبه. چی کار کنه خیلی باحاله آره میاد دراز میکشه رو این چوبه هو آره خیلی بااله بعد با من خب اینو نمیدونستم که واقع دوازده ساعت میخوابه روز و روز اول که گذشت صبح اومدم بشه سر زم دیدم که سرزم. اصلا نیست یعنی بعد دیدم که رفته یه جایی بانشتاب گفتم نمرده باشه چون مادرت فقط بیدار شد ولی فهمیدم که شبا قشنگ اکتیو میاد اینجا شل میکنه برای خودشو آره. من فکر کنم تو یه دوربینم بذاری روی بچه نمیتونم به خاطر اینکه چششون اینفرارد رو میبینه اذیتشون میکنه آره پروش فکر کردم ولی خیلی دوست داشتم یه دونه اصلا لایو میذاشتم همیشه آره روی یعنی حتی الان این دوربینا هم امکان داره اذیتش بکنه اگه که تمام مدت روی این کلوزرش باشه و شب که میشه اگه که این روشن باشه این که قرار اینا روشن نیست ولی چرا موقعی که میخواد رنج پیدا بکنه این میزنه دیگه میخواد فوکس کنه اذیتشون میکنه ولی خب دارم روش کار میکنم ببینم چه جوری میتونم شما میتونم آره الان یه ذره سرم شلوغه یه ذره سرم خلوت بشه میفتم به جونه این بعد الان بهش گفتم گفتم از وقت و از تنهاییت استفاده کن تو یه ذره بزرگ آره. آره اینجا فکر دست آره آره خب پس گفتی ولاگ مولک در راه دوست راه آره دارم یه ولاگ درست میکنم که یه پارتیش هم مولک دیگه آنچه گذشت من خیلی من یه هر چهار ماهی یه بار آنچه گذشت درست کنم به عنوان ولاگ فاستوری هر چهار ماهه بار گفتی آره یعنی از سفری که رفتیم یه سری ویدیوی آره. درونی گرفتیم اونم قراره که اون اونم هیچ اوکی خیلی خیلی ویدیو خوبی گرفتی آره اون خیلی درون شات قشنگ یکی از بهترین درون شاتایی که گرفتم اصلا از یه جای عجیب رفتی آره. اوکی. پس اون او 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 امکان داره که بیاد آره. آره نه اون اوکی. اوکی. اون از... اون اون یتیکش او او اصلا ادیت شده اصلا اونو بد نشون میده ولی خب یه ماشینو گرفتی نه یه ماشین افتاده بود دره آره نه نه ولی از همین ویلایه که توی درس گرفتم خیلی خوشگل شده آكی. آره باحال شده خب دیگه سوال دیگه امیدوارم <تصفح> که ولی هرچی سریع بتونم برسم به اینا و انجام بدم. ولی خب خب در شروف بستن در شروف بستن اپیزودیم گفتم این یه اپیزودی بود که فقط بگیم ما برگشتیم داریم. حال و احوال آره کردیم یه حال و احوالی با همگی بکنیم بگیم که بچه ها زندن بگیم که خودکس پاورجاز خیلی شایع شده بود که ما نمیخوایم بگیم و دیگه نیستیم دامن میزدیم یکم بین شاید اوم دیوانم اصلا ببین فراریم از هر چی شاید. شایعات و از هر چی درامو اینا واقعا زندگی ساده رو به همه چی ترجیح میدم آره ولی نه برگشتیم یه ذره بعد خودمون رو پیدا بکنیم ببینیم که چه روزایی میتونیم این کار بکنیم به بچه ها میگفتم دوست دارم که اگه قراره که فصل جدید شروع این اپیزودهای پراکنده که خب میتونیم داشته باشیم ولی قرار فصل جدید شروع بشه دوست داریم که با یه نظمی باشه مثل قدیم مهمه دیگه که همون روزی که همیشه باید اون اپیزود بیاد سر ساعتش بیاد خیلی مهمه هم. برای همین اگه بتونیم یه روزی رو با هم دیگه بکنیم اعلام میکنیم ولی هستیم برگشتیم دوره همیم یه ذره زمان میخوایم که دوباره فصلمون شروع بکنیم دیگه هم؟ آره حالا با اون برنامه‌اشو می‌چینیم میایم الان هم که ما این اپیزودو ضبط میکنیم هنوز اسرائیل به اون حرکت ایران جواب نداده امیدوارم حالا برای مردم <تصفح> آره عادی که. آره برای مردم عاد... دیگه نمیشه بیزارم از برای مردم عادی اتفاقی بیفاره. نیفته حالا تا اپیزود ما اپیزود بعدی بیاد هر چی میگن ولی اتفاق میفته اینو من بهتون بگم خبرای دست اول دست آقا آقا فرهاد فکر کنم اوایل تابستان بود که سه تا چیز رو پیش بینی کردم و سه تاش درست یکیش که اساسینیشن ترامپ بود که شما دقیق گفتی یعنی با فاصله یک هفته گفت من از هم ترور میکنم و ترور کردم یعنی اصلا پشتو در مورد رفتن بایدن بود از دور از دور انتخابات رو با. که گفتند و این روش بگو به شرط تو <applause> همه اینا میتون شرط بندی <دیتا> تو و آخریشم بله. آخریش هم کیاس در خاور میانه بود که تا گفتن این اتفاق افتاد یعنی اصلا کیاس بزرگ آره کیاس بزرگ هنوز بر این باورن این که کیاس بزرگتری در خاور برای این هر فراد دیگه رو میگیم چش دیگه آقا فراد نوستاد اون شما ارتباطاتی شد. برقرار شده و... دمتون گم، مرسی باست. که تا اینجا اپیزود با ما بودید مرسی که تو این مدت از ما دل نگندید به اپیزودهای ما گوش میدید و به ما دلگرمی دادید که برگردیم عشق من دیگه دوستتون دارم میریم میریم با سیزن بعدی میریم فعلا فعلا خدافز خدافز بای بای